جرگه صلح نسل 90 جوانان به تاریخ 8 جدی 1399 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2020 در ولایت بغلان با حضور صدها جوان برگزار شد. این جرگه سوی گروپ تماس جوانان برای صلح را اندازی شده بود که در آن نمایندگان نسل 90 جوانان از تمامی واحدهای اداری این ولایت اشتراک کرده بودند. جرگه صلح نسل 90 جوانان بغلان متشکل از 3 بخش بود که شامل افتتاحیه، کارهای کمیته های کاری، ارائه فیصله کمیته های کاری و ارائه قطعنامه بود که قرار ذیل می باشد. ما از حکومت افغانستان و تحریک طالبان می‌خواهیم تا در روند صلح به جوانان سهم فعال داده و در پروسه صلح جوانان باید با نمایندگی مؤثر و مستقل داشته باشند. از طرف‌های مذاکرات می‌خواهیم تا بدون تعلل با اراده صادق به مذاکرات صلح بپردازند. صلح حق مردم افغانستان است و از طرفین می‌خواهیم که به این حق مردم احترام قائل شده و زمینه زندگی در فضای صلح‌آمیز را مساعد سازند. ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم که با ایجاد اجماع ملی زمینه رسیدن به صلح همه‌شمول و پایدار را مساعد سازد. از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که خشونت‌ها را کاهش داده و زمینه را برای یک آتش‌بس پایدار مساعد سازند. از طرفین مذاکرات می‌خواهیم در تامین امنیت، آزادی‌های مدنی و رفاهی مردم تلاش نمایند. از طرفین مذاکرات می‌خواهیم که مذاکرات صلح را در داخل کشور برگزار کرده و این پروسه را به یک پروسه ملی مبدل کنند. از طالبان می‌خواهیم زمینه اشتراک زنان و جوانان را در هیئت مذاکره کننده خیش نیز مساعد نمایند تا دیدگاه‌های جوانان و زنان طرف تحریک طالبان نیز در نظر گرفته شود. از طرفین می‌خواهیم در مذاکرات صلح از انعطاف پذیری و نرمش کار بگیرند. از حکومت و تحریک طالبان می‌خواهیم ارزش‌های مردم، حقوق اساسی شهروندان به خصوص حقوق زنان ارزش قائل شده و دستاوردهای دو دهه اخیر در مذاکرات صلح حفظ گردد. از طرفین می‌خواهیم به تعهدات و پیمان‌هایشان پابند بوده و جلوی هر نوع بی‌اعتمادی در پروسه را بگیرند. از جامعه جهانی و کشورهای همسایه می‌خواهیم تا به استقلالیت و ارزش‌های ملی مردم افغانستان احترام بگذارند و مردم افغانستان را در زمینه رسیدن به صلح کمک کنند. ما از همکاران بین‌المللی خود می‌خواهیم جلوی حمایت از گروه‌های تروریستی را گرفته و بر کشورهای حامی تروریسم فشار بیاورند. ما برای به نتیجه رسیدن مذاکرات بین‌الافغانی خواهان اتحاد اقوام افغانستان، حمایت از حرکت‌های مدنی، حفظ استقلالیت در تصمیم‌گیری، پاسداری از حاکمیت و ارزش‌های کشور، ایجاد اجماع جهانی برای قطع جنگ در کشور، سهیم سازی عالمان دینی و بزرگان قومی و سهیم سازی متخصصین حقوقی برای دفاع از حقوق قربانیان جنگ هستیم. عدم دسترسی به امکانات صحی، تخریب مکاتب، شفاخانه ها، عدم حفظ و تطبیق پروژه انکشافی مهاجرت، بیجا شدن مردم، تهدیدات امنیتی عامل ناشی از جنگ ها در کشور بخصوص در ولایت بغلان است. حضور افراد بی‌طرف کشورهای جامعه جهانی، دخیل سازی جوانب زی دخل، رسانه ها و مشارکت جوانان و نمایندگان نسل نو به منظور نظارت از پروسه صلح. در پایان به تمامی اشتراک کنندگان جرگه از سوی رهبری گروپ تماس جوانان برای صلح لقب سفیران صلح اهدا شد. همچنان گروپ تماس جوانان برای صلح از گروپ برگزاری جرگه صلح تقدیر و تشکری کرد. گروپ تماس جوانان برای صلح تلاش دارد که خواستها و نظریات جوانان کشور را جمع‌آوری و به طرف‌های مذاکره کننده صلح افغانستان برساند. همچنان قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل 90 جوانان توسط اعضای کمیسیون برگزاری، مسئولان و منشی‌های کمیته جرگه و محمد اکبر بارکزی والی بغلان به عنوان نماینده رسمی حکومت افغانستان تسلیم داده شد.